دوباره خوش آمدید بینندگان عزیز، با ادامه برنامه نظر سه در خدمت شما هستیم. مصطفی مهرزاد مدیر سابق تیم ملی و روابط خارجی فدراسیون فوتبال افغانستان مهمان امشب ماستن. سابق میگم دیگه، یعنی بر نمیگردین قطعا تحت هیچ شرایطی؟ نه فعلا تا ما هم چون که اعلام کردم گفتم اگر که مدیریت تغییر بکنه و امکان تغییر مدیریت تنها شن. مدیریت یا نه کلا منظور من مدیریت منیجمنت تیم فدراسیون فوتبال هست. درست است آقای مهرزاد، ما تصور میست که در طول از همه سالها به خصوص فرض کن مثلا در 15-20 سال اخیر در فدراسیون فوتبال افغانستان چند دست افراد بیشتر نبودن، افرادی که سابقه فوتبال دارن یعنی پیشکسوت فوتبال هستن اما تخصص خاص منظورم از نظر علمی است، از نظر علمی ندارن و مثلا زبان نمیدونن، تحصیلات عالی خوب ندارن و فقط پیشکسوت مثلا فوتبال بودن. ما در سایر رشته‌های ورزشی هم این گونه افراد بسیار زیاد داریم، کسانی که آدمای قابل قدر هستن، هیچ کسی نمیتونه اونا را نادیده بگیره، هستن عمر خود در ورزش سپری کردن، اما در ورزش امروز، در دنیای امروز تنها سابقه ورزشی به نظر من کفایت نمیکنه. در دنیا حتی شما نگاه کنید، مثلا فرض کن در آلمان، ای که شما کاپیتان تیم ملی آلمان باشید دلیل نمیشه که شما حتما مربی تیم ملی آلمان هم باشید و حتما در فدراسیون فوتبال آلمان هم باید پست داشته باشید. شما باید برین درس بخونید، باید برین امو مجرای را، امو مسیر را که باید طی کنید، مدارک را که باید بگیرید، باید بگیرید. در اروپا، در کشور دیگه همه به همین شکل است. یعنی غیر ممکن است که مثلا یک کسی در یک پست قرار بگیره که او سند و مدرک تحصیلی از او رو نداشته باشه. یک این گونه افراد بودن، افرادی که سابقه ورزشی داشتن اما تخصص خاصی نداشتن در از نظر علمی، افرادی که سابقه ورزشی زیادی نداشتن اما تخصصهای خوبی داشتن، مثلا زبان بلد بودن، میتونستن ارتباط برقرار کنن، در مدیریت کارشان نتیجه بخش بود و خوب کار کردن برای فوتبال افغانستان، و افرادی که نه تخصص داشتن نه سابقه ورزشی اما زور داشتن. یعنی اینا نه ورزش کرده بودن، نه تخصص خاصی داشتن، تحصیلات نداشتن، زبان بلد نبودن، هیچی اما زور داشتن. این سه نوع افراد فکر میکنم که هم در فدراسیون فوتبال ما و هم در بدنه ورزش ما بسیار زیاد وجود داشته، سالها بودن. شما فکر میکنید که با توجه به فعالیتی که داشتین، سابقه ای که در فدراسیون فوتبال داشتین، در طول از سالها از نزدیک دیدین همه ماجراها را، کدام یک نوع از این افراد میتونن برای مدیریت ورزش و خصوص در فوتبال مفید باشن؟ ببینید آقای رحیمی، در قرن 21 هستیم و عصر ارتباطات هست و عصری است که بر اساس همین ارتباطات شما میتونین که روابطی رو با کشورهای بسازین که کشورهای، اگر در بخش فوتبال باشه، کشورهای عضو AFC است در قاره آسیا، و از این طریق شما میتونین که کارهای خود به شکل راحتتر به پیش ببرین. شما ببینین اگر که ما مثالی که داده شده در بعضی مصاحبه ها از طریق همی پیشکسوت های فدراسیون فوتبال کشور که میگن فلانی شخص، شما سابقه ورزشی ندارین، من امیر گفتن تیم ملی بود، گفتن که سابقه ورزشی ندارن، یعنی در تیم ملی فوتبال بازی نکرد، قبلا سلیقه ای برخورد شده گفتن و اینا به اساس روابط خوبی که ما داشتیم به این پوزیشن اومدیم. فعلا وضعیت تغییر کرده، یعنی که فعلا قدرت دست ما است. خب ما، خب در این زمینه صحبت میکنیم، من این سوال از شما خواد پرسیدم که مدیریت تیم ملی هم در دنیا هم در افغانستان که شما تجربهش دارین چقدر میتونه به سابقه ورزشی وصل باشه، یعنی معطوف به سابقه ورزشی باشه و چقدر میتونه نباشه. درست است، این در مورد صحبت میکنم، اما در مورد سوالی که من پرسیدم، کدام یک از سه دست افرادی که من به شما نام بردم میتونن مفیدتر باشن برای فوتبال ما؟ طبعا دست افرادی که ارتباطات خوبی رو میتونن برقرار کنن، یعنی دانش روز، دانش روز آشنا هستن، اینا میتونن که بیشتر، حتی بس شخص نیست، هر کسی که باشه، یا ما باشم یا هر کسی دیگه باشه، ولی اگر که ارتباطات خوب بتونه برقرار بکنن، چرا که نه، بیان فدراسیون میتونن با خوبی و پیش برن. ثابت شده آقای آقازاده بک‌گراند ورزشی دارن نه خیر، یا کسی دیگه، خود من نمیخوام مثلا مثال بتم، کسی دیگه شما ببینین، ولی فوتبال امروزی، فوتبال شاید حتی بگیم 10 سال پیش هم نیست، که اگر 10 سال پیش شاید میتونستم تا حدودی پیش برن، ولی فعلا اصلا امکان نداره. اصلا امکان، چون این کاری وجود نداره که با اساس سابقه ورزشی. یک سوال، بله یک سوال دیگه من از شما میپرسم،
ما داریم افرادی را در افغانستان که هم سابقه ورزشی خوب داشته باشند، مثلا سالها فوتبال بازی کرده باشند، عضو تیم ملی فوتبال افغانستان بوده باشه، و هم امو معیارهایی را که شما ازش نام میبرین، میگن مثلا بتونه ارتباط برقرار کنه، بتونه مثلا سواد کافی داشته باشه، درست است؟ همین تگ افراد داریم ما یا نداریم؟ فکر میکنم در داخل نداره، ما بیرون از کشور نمیفهم، مگم داخل در داخل نداریم کسی که هم سابقه خوب داشته باشه در ورزش، فهمیدم موضوعه، یعنی سالها فوتبال بازی کرده باشه و هم از علم روز دنیا آگاه باشه و مجهز به علم امروز باشه. ما فکر میکنم آقای الاسکر لالی هم تا حدودی آشنایی دارن با چون بک‌گراند ورزشی خوبم دارن قبلا و فعلا هم با هم زبان انگلیسی آشنایی دارن و هم ارتباطات آلمانی برقرار بکنن. آلمانی هم چون بیرون از کشور زندگی کردن با یک فرهنگ جدید و موضوعات از قبیل آن میتونم فقط تنها من فکر کردم موضوع همین موضوع در یادم اومد، ولی بیشتر از اون من نمیبینم چیزی را. درست، یعنی در داخل ما نداریم متاسفانه. بعد چرا این دو دستگی ها در فدراسیون فوتبال افغانستان ایجاد شده و در مورد اینکه مدیریت تیم ملی چه ربطی به سابقه ورزشی داره بعدا گپ میزنیم، چرا این دو دستگی ها ایجاد شده؟ از گذشته بوده یا نه فعلا ناگهان با وجود آمده؟ فکر نمی کنم ناگهان با وجود آمده باشه، حتما مسبوق به سابقه هست. این موضوع اصلا به تازگی به وجود نیامده، بلکه از موضوع از خیلی وقت به پیش این طرف بوده. از وقتی که ما اومدیم این موضوع رو دیدیم، از اون روزی که با فدراسیون فوتبال افغانستان پیوستیم با ما گفته شد که بعض متوجه باشید که اینجا گروپ های وجود داره که خیلی راحت نمیتونی با همه راحت باشی و صحبت کنی و همیشه باید مواظبت باشی، مواظب حرف زدن و تمام موضوعات باشی. خب چطور تا حالا اینقدر شرایط برای شما سخت نبوده در اونجا؟ به خاطر که مدیریت گذشته شما حمایت میکردن یا چیز دیگه ای؟ مدیریت گذشته مدیریتی بود که به هر حال گفته شده بود به اینها که اینا باشن، چون امکان تخریب وجود داشت در عدم موجودیت اینها. فکر میکنم یک ذره محافظه‌کاری وجود داشت که اینا رو گذاشتن باشه، ولی اینا قدرتی نداشتن. خب یعنی شما میگین یک تیمی بوده در داخل فدراسیون فوتبال افغانستان که اینا کار خاصی هم برای فدراسیون و برای فوتبال انجام نمیدادن، اما از بیم از این که اینا اگر در بیرون باشن ممکنه مخرب واقع شون و تخریب کنن و اپوزیسیون باشن بعد مشکل ایجاد کنن، اینا را در درون جذب کرده بودن و در اونجا بودن و کار خاصی هم انجام نمیدادن و ساکت و خاموش بودن و حالا فعال شدن. فکر میکنم موضوع همی است، چون فعلا مدیریت کاملا از دست فدراسیون خارج است و اون شخصی که فعلا آقای کارگر است، نمیدونم مدیریت که انجام دادن از پنج ماه به این طرف خیلی چیزا از مدیریتشون خارج شده. یعنی ببینیم اونجا شما کنترل کرده نمیتونین هیچ چیز. شما اگر برین در داخل فدراسیون فوتبال افغانستان پنج ماه قبل داخل میشدین تا امروز داخل شدین خیلی فرق میکنه، یعنی وضعیت به صورت عجیبی آشفته است. خب پس این نشان میده که ورزش ما فضایش یک فضای قلدر معابانه هست که حتما کسی که باید در رأس باشه و باید حتما دیکتاتور باشه. و این ضرور است که باشه. فکر میکنم ما معترض بودیم، ما همیشه معترض بودیم که چرا فضای ورزش افغانستان این گونه هست. منظورم تنها فدراسیون فوتبال نیست، در مجموع فضای ورزش ما به همین شکل است و ما میگفتیم که کاش میشد همین فضا از بین میرفت، مثلا دیگه این فضا تلطیف میشد، مثلا روابط واقعا بر اساس شایستگی لیاقت و روابط انسانی یا ورزشی مثلا برقرار میشد. اما چیزی که شما میگین پس همچنان نیاز است که یک آدم بسیار زوردار باشد اونجا. من خودم برداشت میکنم، یعنی فکر میکنم حتی در کل کشورم تو یک موضوع باید باشه. و یک چیز جالب دیگه اینجاست که فکر کنید شما یک خانمایی که صدای خود بلند کردن به خاطر یک موضوعی، حالا این موضوع کلان شد و گفتن ما انقلاب رو به وجود آوردیم که همه چیز درست شد. کاش همه چیز درست میشد با گفته شما و می اومدن مثلا حالا مدیریت تغییر کرد، مدیریت نه، ولی اینا بردن چند گام دیگر به پایان‌تر بردن فدراسیون فوتبال و تیم ملی و یعنی تمام موضوعات را. به جای اینکه مثلا یک کار خوب صورت بگیره وضعیت خیلی بد شد. درست شما منظورتون نمیشه 100% درست است. وقفه کوتاه داریم، برمیگردیم در خدمت آقای مهرزاد خواهیم بود.